تز من بمن فردسة الدعوة يتز من بمن فردسة الدعوة هم كاريدا أولاس شمومات سودشم. تونل سالنگ در ارتفاع 3950 متری از سطح بحر و در موقعیت مرکزی کوههای پربرف هندوکش قرار دارد. طول این تونل 2.7 کیلومتر می باشد. کار ساخت این تونل در سال 1337 خورشیدی آغاز و پس از 6 سال در سال 1343 خورشیدی ختم گردید. این پروژه در زمان صدارت داوود خان با همکاری دولت وقت شوروی آغاز گردید. ارتفاع این تونل 5 متر و دارای عرض 6 متر می باشد. هزینه احداث این تونل 636 میلیون دلار آمریکایی بوده است. این تونل فاصله میان شمال و جنوب افغانستان را 110 کیلومتر کوتاه‌تر کرده است. این تونل شمال افغانستان را به جنوب افغانستان متوصل می نماید. با روی کار آمدن امارت اسلامی افغانستان، پروژه بازسازی این شاهراه روز گذشته از سوی ملا عبدالغنی برادر افتتاح شد. پروژه بازسازی شاهراه سالنگ بعد از کانال قشتیپه دومین پروژه بزرگ ملی و اقتصادی است که با تکمیل آن تسهیلات لازم جهت رفت و آمد از شمال به جنوب و برعکس آن مساعد می شود. با آغاز کار بازسازی پروژه سالنگ برای هزاران تن فرصت‌های کاری مساعد می شود. گفتنی است که شاهراه سالنگ 9 ولایت شمال کشور و 4 بندر بزرگ تجارتی را با پایتخت کشور وصل می کند. دلو یا مهربان خدای پس پیچیلی نمه دمیر تلویزیون قدرمون لیدون کو اسلام علیکم وقت بخیر دخار هندر یا بلیخ پرانون تبیا هم خراغلاست بینندگان عزیز قسم که معلومات را که در نخست برنامه دیدین ما آمدیم به ولسوالی سالنگ و خاصتا به تونل سالنگ بازسازی سرک تونل آغاز شده از سوی امارت اسلامی و امروز نظریات مردم را می داشته باشیم که چقدر خوشحال هستند که سرک سالنگ دوباره بازسازی میشه. ما شما مثل که آگاه هستیم از این پیش هم سرک تونل در زمان حکومت سابق چندین بار بازسازی شده اما به گونه اساسی و معیاری نه. امروز که به کار بازسازیش دوباره شروع شده از مردم میپرسیم که چقدر خوشحال هستند که کاری سرک به گونه جدی و درست آغاز شده. قدرمون لیدون که تر پایمو ملتیا وکړه انشاءالله چې د تونل د بیلا بیلو برخو څخه او د خلکو بیلا بیل نظرونه بل تاسو سره شریک کړو. سلام علیکم صدام حسین هستم از شهر پروان دریور هستم والا خوشک بسیار زیاد هستیم نگه بسیار وقت هم شده که حالت سالنگ خراب است دیگه روز روزگار ما بیخی داره سالنگ خراب شده رئیس دیگه می خوش هستیم که اقتدام جور کردن نمی شده دیگه بسیار زیاد خوش هستیم از دولت دیگه امید از خداست که باید دیگه همکاری بسیار بیشتر کنه کمک بیشتر کنه که دولت زودتر همی سالنگ جور شد و راه خوبی شد که بیخی نمیال این حالت ما رسایی که چی حالت هست از این پیش به نظرت چرا این سرک بکنی میاری ساخته نمیشد؟ والا دیگه خب از او دیگه او مربوط خود دولت میشه و کل گپ همه گی کل گپ همه فهمه دیگه که مشکلات شان چرا قام بود و چرا قام هست حالا شکر امارات اسلامی است دولت قانون قرآن است دیگه ما از این خوش هستیم دیگه صرف این میخواه شما از این میسته دیگه این می آرزوی ماست که میایف همی سرک جور شد به خاطر از این که میشه بیخی پریشان و سرگردان هست این دیجا کار جوریان داشته دیگه میجان ماشاءالله کارشان بیخی واقعیت فوق‌العاده بود دیگه خدا مهربان پیام تن با متروانان که توناژ بلند را انتخاب میکنن یا وزن بیشتر جد را دیگه خواهش شما از دریورای نمیسته که همین خوب همین همین سرک به خاطر کل ما شما ساخته میشه به خاطر کارام باشیم دیگه همین گپ ما میسته که کم بار کنه توناژ کم دیگه خال ترازو از دیگه ترازو خمی یک خوردم بالاتر نمیمونه که بار کنی همین همکاری ما نمیسته از دولت و از مردم نمیسته که خواهان نمیستیم که شهر ما خانه ما همین شهر که جور میشه به ما شما جور میشه دیگه نمی خواهش شماست که کمی هم اگه دست جمعی به دولت کمک کنه به میسرک کمک کنه که میسرک جور شد چرا که رای بیس چندین ولایت هاست که زیمتر رو برو برو رو مرور میکنه سم خادم تری نظر هر خدمت قوم سم خادم فعلا مدت چند روز شده است که کار جریان بازسازی سرک شروع شده است امیدوار هستیم که سرک ترمیم شود به خاطر مردم ها بسیار مشکل داره خانه های مردم زیر خاک شده بیخی دکان ها دیگه محتران ها مسافرین کلی بزاف ها لیورای محتران کلانی هست که این تناج که اندازه محترانشان هست تناج بلند بار نکنن به خاطر تقریب سر است که با دوباره خرام میشه همکاری دا اولاست
بینندگان عزیز داخل تونل سالنگ قرار داریم. اواکش‌های داخل تونل سالنگ هم فعال است و همچنان گروه‌های داخل تونل سالنگ به گونه 24 ساعته فعال نگه داشته می‌شود. چی مومد سو دشمن همکاری دا اولاز چی مومد سو دشمن دا بادر حیوان دوار مترسن دا ویور دا بادر درحمن دیوز دا لنگر چلو و دا غی سرک بانی کار کو او کار او کار او مون دیر خوشحال ایزه کچیز مون خل وطن دیو او موتر بیزی را دیو یا واردات کی یغی پر او دی بل سال کی کومه برخه کیست تاسو اوس مون سالن کی کد تونل کی ولنګ ورته 100 ولنګ کی دغل دیو بس جغل لاوډیو دی تونل کی کار کو اول خو جغل اندازی د امدغه سی وارکاری د یو کډی مډی ډکای شو موټر ته اوس مونږ موټر ته دانور عام موټول موټر ته یو لار سیده شي به دینه پات نور جغلم پیچه او خیرکی ان شاء الله اوس خو مونږ امد سی وارکاری کول د مواد واچو غټ غټ کډی ډکو چې دا موټر وته زمونږ باردار موټر هم پیرازي او د عام د خلکو موټر هم پیزي او چې دا واشه د پاسه په نور لرونه ورو ورو هم داسې قیر کېدل او جوړیږي ان شاء الله خلکو د پاره چې داسې اندازه لار شي د زمونږ کار بند نه کیو اخر مونږ هم کار ته پریده او دیمه په دا طریقې سره لار جومن جوړو راغ ازي پیسې کې پیسې مې هم اته کومه کومه ما دای په مایل نشه جوړ نه مکدان امیر رقم مې مونږ دیګا اول امارات اسلامي کارو رو دوباره شروع کړه ان شاء الله خوب است درمون لیدونکو دا د ولنګ سیمه دا او دا هم هغه ګلری ده چې همدا اوس پکې ماشینریان په کار بوخت دي او عملا تاسو ګورئ چې اول ماشینریان دغه ځای اواري او وروسته هغه دغه موټر تاسو ګورئ دا په ګرځي او لوډر کوي نو دلته هم زمونږه هیوادوال راغلي دي او په کار پایل کړه دا ان شاء الله چې وي له کابل نور ماشینریان هم روان دي او عملا کار شروع کیږي زما نوم اسرار دی دلته یو لیول مین یا سرویر په هیڅ کار کوم په الحال د انجینر صاحبانو سره مطلب په مشوره چې صحیح هدایت راکئ مغه وړاندې کار وړم کارونه تر کوم ځای شروع شوی دي کارونه خو دا اولنګ لاندې دا سړک چې دی دغه جغل کاری کوو او ورکاری کوو په دې خاطر د جمعې را رسیدو پورې موټرې په خو رفتامدو کې بل پرون مدد تونل سروي وکا په دې خاطر چې کانکریټ پکې واچو نو مواد ته موږ لګي یو مده کو کرش پلان ورته جوړو انجینر صاحبان تللی دي په دغه د ټیکنیشن لابراتوار ته ټیسټونه د لپاره تی غوړي خو چې هغه ټیسټ موږ دراشي موږ ان شاء الله دلته اسم ما مقبل سر داغلو نسم په خاطر کار اومدم به ایجا بیا بسیار خوش هستم که کاری جا شروع شد از امارات اسلامی باقی نفرم میاد کلان امروز کار شروع شده کار جریان داره دیگه جل بوده هستم میکنم خود از کدام ولایت آمدید؟ از بغلان آمدم چقدر خوش هستی که به هم جوانا زمینه کار برابر شد؟ بسیار خوش هستم مخصوصا بیکار هستم خودم لیسانس هستم آمده ایم اونجا کار میکنم یعنی خوش هستی که زمینه کار برشی جاشت؟ بله پیامت به جوانان که بیرون از کشور میرن چیز؟ پیام به جوانان بیرون از کشور میرن بیاد وطن خود آبادی کنیم کار کنیم به سر عدیس هم بزنیم وطن خود آباد دم مسلم کلیوال زپل ساوی پرمون را سرا و پرون را سرا زکانن را سرا و پرون را سرا زکانن نام ما عبدالصبور است یک از کارمندای شرکت هستم دیگه کار فعلا رسما صحیح شروع آغاز شده بخیر دیگه شروع کار است ماشینری کلش تکمیل نشده دیگه انشاءالله کار اساسی شروع میشه ماشینری فعلا خب تقریبا در حدود 20 تا دمپر است دیگه 4 الا 5 تا اسکاواتورای چیندار خود دیگه میای مکمل میشه خود موتورای خود ما از طرف موتورای خود با تکلیف هست چیزونه کار
کمک نظم مراد بکنن. بسیار خوش هستم ولی بسیار بعد مردم زمینه کار مساعد شده دیگه. اگر تو برات بگویم که برای یک شرکت یا دو شرکت مستقیم برای 100 نفر دیگه غیر مستقیم زمینه کار مساعد شده بسیار خوش است. بسم الله الرحمن الرحیم. نمانم عبدالرحمن در پکتیا ولایت احمد آباد ولسوالی اوسیدون که امان او در پیندش پاک ولی دیگه در سالنگ در کار آغاز است دلتا امانگ راغلی دلتا دیر مشین دریم راغلی دلتا دیگه دمپری دی اکسویتری دی لوڈری دی او در کار انشاءالله شروع سن او انشاءالله سی وقت پا بنیسی خام خدا کردی رو گوده پروژه را تیا کلومیتر که پینزای تیا کلومیتر سرک ده و مونگ طول تا دا پا کار یه دا میلی پروژه را بایده که پشوق سراب ایمانداری سرکار رو کن دکا دا یه میلی پروژه را او دا مونگ افغانان پا خپل پایسو بانی جورو زا کنه کم دی خارج کو مکستان اخستان و بدستان نو بدی وجه بانه که انجینر دا و که دمپر والا دا و که هم سلای دا باید دی که پشوق سرکار رو که یا بار سلای خپل ایسا کمکو که نورو دی موتروانان رو دم دا هم لاروی والا تا پا کار دا چه باید دی که نظم مراد که بسیار خوشحال هستیم که ما که اینجا دائم از سیزره که زمین وقت جمهوریت تا به حال خاک میخوریم، خود ما خاک میخوریم، طفلای ما مکتب میره و خاک میخوره، مسافرین که میاییم به این ترایشان عوارث پیدا میکنه که در جنپا میخوره که این کیس کل چیز غار میشه که مسافرین خود ما این مردم کمی جد که به زحمت هستن. باختازی بود وقت که دیگه هر کس بودم به نفع خود کار میکرد که کدام در خاک کوار میکردم میبتم سرکای سالنگ باستادی کردیم مگم دیگه کار نبود. اینال گه خوشحال هستیم که نو امارت اسلامی که آمده است که میگه که باستادی میکنیم سرکار رو بختمان خیل میکنم. چطور از کار عملا آغاز شده؟ عملا آغاز شده است که فعلا دیگه کارش دیگه در موار کاری هستم. فعلا خیل دیدی آغاز نکردین موارکاریه که دارن که اول موارکاری شد بعد از اون وقت ریزی می شود. اما که بارشان را چین اندازه بار کنن چیزی که وقتشان تعیین شده که به خودشان جنجال هست که بار تناج بالا می کنن که آمدن این سالن خودشان اینجا بند می مانند 3 روز 4 روز سرک هم موارث پیدا می کنن. دلت می وز خربوزی را بار کردی موتر نه خراب بلار دی او در اسلامی مارد غوارم چی در سرک پر جر جر تر جر در خیر سر پر کارو بانی لاس واچی پاک زخلاص دا د ټولو د افغانستان د خلکو افتخار دی. ډیر خلک بیگاش په مور دولس بجې باندې موټر هم دلی خراب سو بیرو بارو دوړي وې دا سیالو ډیر ماشومان مریضان سو پتی د په دولت کې خوره کم زور وا کی و هر کم موټر وانان بیٹه به ولا د مون خربوزې راو تجاران بیٹه به ولا پوسټو په زور پیسې را نخلې د مزار روان سوی تر دغه چاره ته ویني چی رزي څومره خوشاله چې دا عملن کار شروع شوی. دوونه خوشاله لکه دم ځکه نش پاس توان دا دی پر دی باندې مونږ ډیر افتخار کوو ډیر وایو چې دا ګوره زه د چاربلک نه راغلم خربوزی مې راوړ کړی دی یو تجار په باره کې خربوزی وړو او بیګا موټر خراب شوی دا چې لار ده دا چې دغه دی خو او خاطر چې جوړ شوی دی لکه وای چې پوخ کړ دی هیڅ مشکل نشته او دا خو غواړو ژر تر ژره جوړ شي اته ناش خبره نشته یو کیلو هم په ترازو کې نه پریږي دا هغه مخکنه حکومت نه دی چې 2000 3000 په دې بار کې یو کار به خراب کړي دا خبره په دې کې نشته. یعنی اوس کې دا وضعیت نشته د دې اسلامي امارت نه د شپې چې مونږ ارزه د تجارانو چار ځای بس پر شوار کوي دي دا خبره نشته چې اغلا شته یا داش هغه خبره ټول ختم شوی دي خو دا غواړو د مشرانو دا غواړو چې د خپل مونږ اسلامي امارت د ولس سره لاس ورکړي چې د حکومت په ټولو سره را جوړ. رامي رامي جان چقدر خوش است که سرک سالنگ جور میشه. خوش است که یا سن در جمهوری از اینجا سرک خاک خاک باد بید بایده برفته نمیشه که خاک خاک باد زیاد بید آره سرک جور بکره خوشحال از زیاد کندی کلگی در خاک خاک باد مریض نشد خود بیخی بهتر اونا می آمدن نفتنی سرک ها را که جور میکنن خاک خاک باد زیاد بید کشتر گندم ارزمه کشتم خاک عدس خاک خاک باد خراب بشد نمیشد دیگه. حالا چقدر خوش هستی که سرک آنها بازسازی میشه و امارت اسلامی جور کرده؟ خوش هستیم بسیار زیاد. خب این سرک پیش از این خراب بود به نظر چرا نمیشد جور؟ قصد همی جور رو میکرد. مکتب درست تعلیم باز خودت میری؟ رایتان بسیار دور هستی نمی سرک میری؟ تا خب پیامت به جوان ها چی هست؟ به جوان ها هستی که سرک خوش هستی که سرک هم جور بکنن خب دیگه موتر ها بار کم بار کنن که دیگه سرک خراب نشه. اسم آجی عبدالملک
چقدر خوشحال هستی که بازسازی سرک خلا بسیار خوشحال هستم خو ما خوش هستیم که سرک جور شد و آباد شد راحت تر بریم بیاییم گلرحمن هستم بریور لاین بغلان چقدر خوشحال هستی که حکومت امارت اسلامی کار بازسازی سرک آغاز کرده بسیار خوش هستیم و بسیار کارم پیش رفته ماشاءالله انشاءالله خدا کنه که میرقم کار پیش بره دیگه بسیار خوش میشیم به نظر چرا از این پیش این سرک بگونه میاری بازسازی نمیشه پیش از اون دیگه دوره جمهوریت بود دیگه برای خودتان بهتر معلوم است دیگه که رشوت و رشوت گیری زیاد بود نمیتونستن که صحیح تکمیل کنن چقدر با مشکلات مثلا روبرو بوده بسیار با مشکلات روبرو بودیم دیگه بسیار را بندیره تیر میکردیم یک شب دو روز دو شب دو روز دیگه دیگه ما را بندیره تیر میکردیم مال فضل خدا دیگه انشاءالله مشکل نیست خیر و خیر باشه پیامتون به کسایی که توناژ بلند موتر دارن وزن زیاد از وقت خواهش میکنیم که یکم می وزنشون حکم کنن به خاطر از اینکه سرک اگر جور باشه هم بر موتور کلان هم بر موتور خرد سهولت می باشه زیاد خوش هستی موتور ما راحت است خود ما راحت هستیم مسافرین ما راحت است از خدا بترسید نکنین این رقمی ظلم است این مال ملت است این یک سهولت برای مسافرین است این راه مریض میره جور میره ناجور میره راه را خراب نکنین راه را خراب کردن بسیار کاری خراب است برادر سلام خدمت شما بیننده تلویزیون ملی شما احمد جاوید هستم از ولایت پرون ولسوالی سالنگ خوشحالی ما بسیار زیاد است که به خاطر ما مشکلات زیادی داریم و مال خانه ما باور کو اگر ما لباس میشوین مسر دانا باور میکنن صبح کسای میگنی پس مو خاک خاک پر از ما طلب سرای ترزان نمیتونیم از بس خاک بوده مشکلات خیلی زیاد داریم و ما چی که تمام مردم افغانستان که سمت شمال جنوب مرور میکنن موتر سیاست مسافر مریض کل اگه شیشا بالاست به خاطر این خاک باد سرک اینجا که ما تو مش های دزی هستیم که چندین مسافر جا حتی زوف کرده از به خاطر که شیشا بالا بوده خاک باد اما هیچ کسی قید شده است تقریبا در 12 سال میشه که ما شاید از این گنی دزی یک زرک از اینجا که خراب شده خراب شده خراب شده بالاخره آخرت تاج بزرگ رسید سال گرد ما کسی توجه جدی نمی کنه جوش کسی صاف نمی کنه میال جوش کلش پر است جوی نیم سرک یعنی بی توجهی بعض مسئولین هم است و مردم هم است که بگیم والا موترشویی ها سن در سرک هوا میگیرن این کلش تخریبی است که موترشویی ها میکنن و مسئولینی هم است که جوی ها زیر صاف نمیکنن که او در جوی بروه کلش که در سرک میاو این می باعث تخریبی سرک شد که وقتی که یک جوی بازسازی میشه یک 5 دقیقه 10 دقیقه یا موصله کنن به خاطر اینکه مردم بسیار کم موصله میشه یک وقتی که داخل تونل یک متجغل مندازن مردم بسیار علا سرار الی کنه یا بسیار سر صدا میکنن قرار الی کنه و اینطوری پیام به مردم این است که یک 5 دقیقه 10 دقیقه هم کاری کنن استا چون که مثلا یا مولودار داخل تونل میشه جغل مندازه یا موتر یک 5 دقیقه دقیقه یوم تعامل کنه پیام به مردمی است از امارت اسلامی تا خانه خدا را خوش هستین که بعد دولت پیشگه 20 سال هیچ خدمت نکرد برای این نام خدا اینه بخیر دو سال نم دو سال اینه بخیر سرک سالنگ افتدا کرده بخیر کارش نو شروع کرد فعلا خواهد ریزی داره به خاطر که سرکاز جاب خرابه بعد از او سرک کلش کانکریت میکنه و خیر کارش نو شروع کرده که یک دو ماه بخیر کارش بخیر تمام میکنه کل مردم باید خوش باشه از از امارت اسلامی از این دولت همکاری دا اولاس چی مومات سو دشمن همکاری دا اولاس چی مومات سو دشمن قدرمون لیدون کو تاسی د سالنګ د سرک څخه زین تصویر نو د خلکو د او د هوادوار نظر نه هم واوریدل دلته زمونږ زین مشان دي چې په چکر بامیان ته تللی ول اوس هم قندار ولایت خواته زیل دوی سره هم خبرې کو السلام علیکم مولوی صاحب وعلیکم السلام خې جوړه صحت مخ ده جوړه الحمدلله په لومړي سر کې کزان ته معرفي کی مولوی ګل احمد د قندوز ولایت څومره خوشاله شې د سالنګ سرک بیا غول کیږي لله الحمد ډیر زیات خوښم خوشاله يم چې تقریبا د هفته پر از موږ د قندوز را روان شوی او راغلو سالنګ شمالي طرف ته سالنګ هغه تقریبا جوړ شوی او کاری ختمه ده اوس د جنوب طرف ته سالنګ باندې کار روان دی او کار روان نشه د تر په پوښ شو جوړ بشي او ډیر ماشاالله ډیر په تیزی سره کار روان دی او موافقه ده انشاء الله د تاسو په نظر الهه څه وشه د دې وړاندې به سرک معیاري ډول نه راغول کېده نو علت دا و چې بس وطن کې اختلافات او خپل جمهوریت په وخت کې د نظام په منځ کې اختلافات او نو جوړېده بس مشکلات ډېر زیات اوس الحمدلله ټول په یو امر باندې په یو فکر او په یو مفکوره په یو عقیده باندې راغونډ ان شاء الله وطن جوړیږي روغیږي ان شاء الله مشکلات به ختم شي خلکو ته پیغام څه دی سرک په ساتلو کې مونږ ځینې موټروانان ګورو چې د سرک په سر موټر شیانه جوړې کړې دي نو مونږ بس د حکومت نه هم دا غواړو چې دا غټ موټر ولاته بعد خپل اندبار اندازه تعین کړي چې څومره ټنه هغه قانوني حق لري هغه به ورته تعین کړي او د وطنوالو هم دا غواړو باید خپل وطن سره پسلی نور ظلم ونه کړي
څومره ظلم چې کړی څومره تیرې کړی بس دومره ظلم بس دی نور باید وطن را جوړ کړي که خپل ملت وطن جوړ نه کړي وطن نظام نشي جوړولی باید ملت خپل وطن را جوړ کړي تر څو دا وطن آباد شي دا ښایسته ښکلا لري دا وطن بس طبیعي ښکلاګانې لري موږ تلي یو بندې امیر ته هلته ماشاءالله دومره عجیبه عجیبه ښکلاګانې وي چې لکه په ډېرو ملکونو کې دا سیاحتي ځای نشته دي خو موږ یې لرو خو په قدر یې نه پوهېږو نو خدای موږ توفیق راکړي چې بس په قدر یې پوه شو دا وساتو ډېر زیات مننه له تاسو څخه ای صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست یم که خپل ځان راته معرفي کړئ زما نوم قاري اسلام الدین دی یم د سمنګان څومره خوشحاله یې چې د سالنګ سره راغلي الحمدلله ډېر زیات خوشحاله یم موږ چکر ولا تقریبا یو هفته کېږي په سیاحت کې یو الحمدلله ډېره خوشحاله او ډېره عجیب او غریب ځایونه مې وکتل الحمدلله نور د دې نه زیاته خوشحالي چېرته دی امن او امان دی چېرته چې زه به شپه ورځ یو شی دی مونږ ته ځینې ځوانان نور هیوادونو ته ځي وایي دلته افغانستان کې کار نشته د هغوی لپاره هم پیغام څه دا هغې دپاره د تسلي دا ورکوو چې دا خو افغانستان دی نوی عمارت راغی ډېر تبدیلیان پکې راغی دا انشاءالله اوس مونږ تاسو وینو د څومره تبدیلیان پکې راغی دا یې جوړېږي ورته انشاءالله وطندارو مېلهوالو ته دا وایم ورختای ته ضرورت نشته دی بچې په دې باندې صبر وکړي انشاءالله الصبر مفتاح الفرج تاسو خپل لاړې ځینې ولایتو ته مسکر هم ول نو هغه هیوادوال مو چې په بهر هیوادونو کې دي هغوی ته مو څه پیغام دی چې لیلا الهام اوس امنیت هم ښه سوی دی چکر لپاره راشي هغې ته وایم چې شپه ګرځې کې ورځې ګرځې خپل وطن دی افغانستان دی هیڅ مشکلات نشته دی مونږ خپله سر سترګې ولیدي یو خو د خلکو اورېدل خبر دی یا مونږ به خپله ولید که هزاره وي که فارسیوان وي که پښتانه وي ټول سره ورونه اوسو الحمدلله همهلته باندې امیر تقریبا شپږ لسان خلک لمبا کول خپل منځ کې ناست او پاسه دغه کول هېڅ خوشحاله نه وځي دورالګلوی په فضا کې الحمدلله بالکل له تاسو څخه هم ډېر زیات مننه خوشحاله اوسئ کور نو زما قدرمن لیدونکو تر څنګ زه بلته صحیح کښېنم ځینې نور هېوادوال هم شته نو تاسو هم که لومړی ځان راته معرفي کوئ زما نوم عبدالحمید زاخلوال یم او کابل ته تللی یم اوس راغلو کندوز په لزو څومره خوشحاله یې په لاره کې اسلامي عمارت چې دغه د باسازۍ کار شروع کړی څومره خوشحاله دغه باسازۍ نه ډېر د خوشحالۍ دا احساس کوو چې د نه بعد سړک جوړ شوی اته ساعته منزل نه ساعته لس ساعته منزل موږ کوو امکان لري دا څلور ساعته راشي او بس سهولت هم دغه سهولت غواړو کتر او خدای تعالی موږ دغه مایا کوو خلک څومره خوشحاله اوس ستاسو په نظر چې دا سړک به جوړېږي ډېر خوشحاله یې احساس کوي خطر دې چې دا سړک جوړ شي خو ستونزې حل کېږي هر څه ستونزې به حل شي ترانزیتي ستونزې به حل شي معمول به یو ځای نه بل ځای ته نقل کېږي دا په اسانه توګه سره ځي هېڅ کوم مشکلات به نه وي خلکو ته مو څه پیغام دی چې له حکومت سره څه همکاري باید ولري باید ټول خلک باید همکار ورسره وکړي چې ملت په خلکو باندې دغه حکومت په خلکو سره جوړېږي داسې نه جوړېږي چې په ځان سره تنه جوړ شي زموږ ستاسو همکاري به ورسره وي طبعا ډېر زیات مننه له تاسو څخه ای صاحب تاسو هم که ځان راته معرفي کوي زه ماجی محمد ملنګ حقیقت د جروزر د کلی د قندوز د ولایت اوسیدونکی یم ای صاحب تم لکه څه کار تلاوې کومې خواته زم تلې ما د مې زوی ده دا منګه مېلمه ده او هغه مې زوی ده تلې بامیان ته بامیان نه لاړ وغه ته بندې امیر ته شپه ورځ چې ګرځې څوک نه وایي چې ته کومه سي ځې کومه سي نه ځې دا د ماس ګیه سمینه شو زه اوس بندې امیر ته لاړم ښه ځای دی بامیان زما نه ویدلې یخی ده غواړم یو پوښتنه وکړم ولې تر دې مخکې نوې تلی دا جنګونه وو مشکلات زیات وروره بیا دی جانه شخصي موټر نه و خدای موټر راکړی وروره سیټ کې ناست زه په لاړو بیا تر راغلم وروره لږ زره څه رڼا شوه ډېره زیاته مننه څومره خوشحاله یې واقعا هم چې د خپل هېواد له فضا څخه خوند اخلي بیخي ډېر خوشحاله یو خدای وکړي چې دا مشران دا سړکونه صحیح قیر کړي چې وروره دا تکلیف خلکو ته نه وي مریضان دي جوړ دي ناجوړ دي سپینګیري دي بعد دا سړک وروره زر ته زه د میزان د مني پورې بعد مني پورې بعد دا قیر شي وکړه دا ځوانانو ته مو څه پیغام دی چې نورو هېوادونو ته ځي او هغه خلکو ته چې په بهر کې دي څه هم پیغام دی لکه تاسو چې ویل تاسو تر اوسه د بامیان ته نه وي تللی بند امیر ته هم د هغوی لپاره ځوانان دا پیغام چې ورو خارج ته څه کوي ورو خپل افغانستان د خارج پلار د شاباده شي خارج نه بدل د خلک راځي هي کولاو لري هي حساب کتاب لري هي تجارتونه به کېشتا هر څه به کېشتا دا کارونه ټول ډک دي د لالو زمرد او یاقوت نه دا چې په کار واچي ورور دا ذخیره ډک دي ورور به در جان ولا کې افغانستان په هر سړي دا ورور رقم رقم موټر ولا لري رقم رقم تعمیرونه به وي اصلي ژوندۍ به وي
د دې بیرام په دریاب کې ورته ځان لاو کو بده کې شته کې ځان لاو کو دې استګټه واقعا هم د هوادوال لپاره مو د اتحاد او دیوالي پیغام څه د تاسو زمونږ د یو مشر په صفه دي استي هواد زه هم دا چې په ټولې اتحادي ملت خدمت کې همکاریو کې دولت سره د امارات سره خدای په موږ د دولت راکړي په دومره وخت کې دا رقم شپه ورځ داسې دا رقم امنه چیرته او چا لیدلې وو که قندار ته ځي که سرشپهغه ته ځي بند امیر ته ځي وروره که کندوز ته ځي څوک نه وایي چېرته ځي که مزار ته ځي هر پلوي ځي شبرغانه پورې ځي څوک نه وایي شپه ده ورځ ده یو سر ښکاره کې څنګه یې خیرت څه خدمت وکړم بس خلاص ډېر زیاته مننه خیر ظلم کلی وال زفلسوی پر قدرمن لیدونکو تاسو زمونږ د هیوادوالو او دغه سي خلک چراغلی و په د سالنګ په تونل کې کار کوي خبرې واوریدلې د ټول هیوادوالو دا خبره واچي راځي چې خپل هیواد جوړ کړو هغه هیوادوال چې نور هیوادونو ته ځي هغه د خپل هیواد کې پاتې سي او د خپل هیواد د جوړولو او رغولو په برخه کې کار وکړي تاسو عملاً د سالنګ تونل کار نه ولیدل همداسې د خواته په تونل کې هم کار روان دی او د تونل لاندې د سړکونو چې دي دا هم په عمله عملی ډول رغول کیږي او اوس هم د جغل اندازې هغه پروسه او د اوارولو پروسه روانه ده ان شاء الله چې نورې ماشینریانې هم له کابل ورته رسیږي نو په دې هیله چې خپل هیواد جوړ آباد او سمسور کړو د دې ونې خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي تر بلې خبرونې تاسو په لویه مهربانه خدای سپارو هر چا چې اس کامیاب او بریالي اوسئ.